خوش اومدین. ممنون. بی زحمت گوشیتون رو خاموش کنین و بذارین اینجا. دیمیت میشه بگی ما اینجا چیکار میکنیم؟ من نمیتونم گوشیمو خاموش کنم. آیدا لطفاً شبمون رو خراب نکن. تو قول داده بودی. بعد از مدت‌ها یه شب اومدیم بیرون. امشب فرمون با منه. هر چی بگم قبول می‌کنی. اگه یه مسئله فوری پیش بیاد چی؟ نمیاد عزیزم. نمیاد. تو رو خدای امشبو گیر نده لطفاً. خانم‌ها مردم منتظرن. میرین تو یا نه؟ خیلی ازتون معذرت می‌خوام. آره میریم. البته که میریم. چی بگم دیگه؟ بریم. نفر یکی از این پیکسلام برداریم. دادی میبینی اصلا شانس ندارم. یالا تو هم بردار. من بر نمیدارم. آیدا باشه بابا. جولیت تو از اولش هم خوش شانس بودی. میدونی فکر میکنم امشب قراره خیلی خوش بگذره. یالا بریم. باشه بریم. هی اوزن، تقصیر منه که به حرفتو گوش کردم. پسر قرار بود امروز کار کنم. ای بابا انگار قرار بود امشب دنیا رو نجات بدی. همش کار کار. یکم خوش بگذرو پسر. تو میخوای اینجا خوش بگذرو ولی لطفاً بی خیال من یکی شو. داداش به نظر تنهایی حال میده؟ پسر حداقل میرفتیم یه میخونه جایی. من که نفهمیدم اینجا کجاست. گفتن اسم ممنوعه. حرف زدن در مورد خودت ممنوعه. چه خبره؟ فقط یه بازی کوچیکه. حال میده. تازه اگه خوش شانس باشی نیمه گم شده تا پیدا می‌کنی. نه بابا. بیا این پیکسل رو نگاه. با این رومئو میتونی جولیت تا پیدا کنی. پیدا می‌کنم. ها ببین اینجوری. میرم یه چیزی بگیرم. تو هم می‌خوای؟ باشه برای یه بار. داداش. خیلی خوب باشه. همون همیشگی. ببخشید میشه یه لحظه بیاین؟ میبینی چه جای باحالیه؟ تو آنکارا اینجور جاها پیدا نمیشه. خوش اومدین دوستای گلم. بهتون خوش میگذره؟ بله. نشنیده بلندتر؟ بله. عالیه. امشب سه تا قانون داری. یک، اسم خودتون رو فراموش کنی. اسمتون امشب همونیه که روی پیکسلتون نوشته شده. دو، موبایل بی موبایل. سه، همه موظفن خوش بگذرونن. همه حاضرن؟ بله. مزخرف نیست؟ چرا باید اسم خودمونو فراموش کنی؟ این مزخرفه. این منطق نداره. لطفاً بیخیال شو آیدا. باشه؟ برمیگردم. باشه؟ کجا میری؟ میخوای تنها بذاری؟ الان برمیگردم. میخوام برم دستشویی آیدا. باشه؟ ببخشید. فکر کنم دم در با شما کار دارم. با من؟ آره. مورفیوس دیگه نه؟ فکر کنم رو اعصابتون بود نه؟ آره همینطوره. متاسفانه از اینجور آدم ها همه جا پیدا میشه. آره متاسفانه همینطوره خانم. در ضمن من
ببخشین، نباید اسممو بگم نه؟ آره همینطوره. اما حالا که امشب اینجایی، من رومئو هستم. جولیت؟ آره. خوشبختم خانم. منم همینطور. خیلی خوب، من باید برم پیش دوستم. بازم ازتون ممنونم. خواهش میکنم. اگه بازم چیزی نیاز داشتی، من آماده کمک کردنم. خدافی. خدا نگهدار. راستی ببینم، تا حالا اینجا اومده بودی؟ من از این جور جاها خیلی خوشم میاد. خیلی به هم خوش میگذره. راستش من اولین بارم. دوست دارم همیشه بیام اینجا. منم باحالی. دیمیت. یه لحظه. بفرمایی. یه ساعت منو کاشتی کجا غیبت زد؟ اون پسری که اونجاست رو میبینی؟ داشتم باش اختلاط میکردم. فقط به هم نگی بیا بریم. گفتی دوتایی با هم خوش میگذرونیم، نگفتی قراره تنها باشی. ببین آره داداش، گفتیم به بقیه کار نداریم، ولی اوضاع تغییر کرد. جدی میگی؟ عشق خودش اومده سراغم، چی کار کنم؟ باید دست به کار بشیم. لطفاً درکم کن آیدا، تو که غم نداری، همه عاشقتن. وای دیمو این چه حرفیه؟ دارم حقیقتو میگم، بعد از مدت‌ها یه پسر جذاب پیدا کردم. نمیتونم ولش کنم که. اوزان، بازم داری چرت و پرت میگی. داداش از کجا میدونی؟ شاید این دختر همونی باشه که باهاش ازدواج میکنه. جوگیر نشو اوزان. تو حداکثر زمانی که با دختر بودی فقط یه هفته بوده. حالا هر چی آیدا، میخوام شانسمو امتحان کنم. آره امتحان کن. نمیخوام به خاطر من تو خونه بترشی. تو بهترین دوست دنیایی، لنگه نداری. تو بهترین دوست منی داداش، میدونستی؟ قول بده همینجا بمون. اینو قول نمیدم. حداقل یه نیم ساعتی بمون، وگرنه نمیتونم خودم رو ببخشم. لطفا باشه، هرچی تو بگی. یالا دیگه خانم منتظر توه، برو. معذرت میخوام. نه نگران نباش، نریخت. چی شد؟ دوست تو پیدا کردی؟ پیدا کردم، اما اون واسه خودش دوست دیگه پیدا کرده. پس من و تو شبیه همی. راستش داداش منم یه دوست دیگه برای خودش پیدا کرده. تو با داداشت اومدی؟ آره، به زور دست منو گرفته و آورده اینجا. منم به اصرار دیمیت اومدم اینجا. نباید اسم میبردم. آره همونطور که دیدی قوانین رو نقض کردم. بهتره که من برم. وایسا وایسا، نمیخوای نوشیدنی تو تموم کنی؟ راستش اینو به زور دادن به هم، مزهشم یه جور عجیبه. اگه مشکلی نیست میتونم تست کنم. البته، اما اصلا پیشنهاد نمی کنم. ببینیم. برای حق با شماست، یه جوریه. من که گفتم. واقعا خیلی بدمزه است. اگه موافق باشی یه پیشنهادی دارم. باورم نمیشه. چی شده؟ واقعا ببخشی. خیلی اکسال عمل نشون دادم. من عاشق این آهنگم. آره خیلی آهنگ قشنگی. تو میخواستی چیزی بگی؟ چطوره با هم برقصیم؟ برقصیم؟ البته، تازه آهنگ مورد علاقته. همچین بدم نمیاد. آره خیلی خب، پس بفرمایید. جولیت؟ میدونی خیلی میترسم. نه 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 لطفا اعتماد کن.
باید خیلی خوشمزه باشه. به شرط امتحانه. خیلی خوشمزه است. این بهترین نوشیدنیه که تالا خوردی. واقعا خوشمزه است. ترکیباتش چیه؟ اون دیگه یه رازه. ببخشین، نکنه تو بار کار میکردی؟ ها نه، دوره دانشگاه چرا؟ اینا هم اون موقع یاد گرفتم. کدوم دانشگاه بودی؟ البته نباید بپرسم. اما اگه میخوای فردا جوابتو میدم. گفتی فردا؟ ببین، اگه من الان اینو ازت نپرسم مطمئنم بعدن پشیمون میشم. چی رو؟ میتونم بازم ببینمت؟ یعنی من تا چند روز دیگه هم اینجا میمونم. اگه مایل باشی میتونیم فردا همو ببینیم. ببخشید من زیاده روی کردم؟ نه نه، منم خیلی میخوام دوباره همدیگر رو ببینیم. عالیه، پس در این صورت همدیگر رو میبینیم. همدیگر رو میبینیم. خیلی وقت بود نیومده بودم یه همچین جای قشنگی. منم همینطور. به نظرت عجیب نیست؟ دوتایی اومدیم روی این پشت بوم و به این آسمون زیبا خیره شدیم. انگار هیچ کدوم از اینایی که میبینیم واقعی نیست. نکنه داریم خواب میبینیم؟ اگه این یه خوابم باشه دوست ندارم بیدار بشم. منم موافقم. به منم خوش گذشته. به منم اونم خیلی. من باید برگردم هتل. آره، اما قبلش بیا بریم یه جای دیگه. ببین کم کم دیگه نزدیک صبح شده، نباید خیلی دیر کنم. قول میدم ارزششو داره. خیلی خوب باشه. خیلی خوب، پس بریم. اینجا خیلی خوشگله. ولی تو خوشگل تری. دیگه فکر کنم وقت جدا شدنه. اوف.
اینو میدم به تو. چرا؟ برای اینکه مطمئن بشم میای سر قرار. این یادگار پدر بزرگی خدا بیامرزمه، خیلی برام با ارزشه. امانت باشه پیشت، اومدی با خودت بیارش. نه نمیتونم بگیرم. یعنی نمیای سر قرار؟ نه البته که میام، اگه اتفاقی بیفته. چیزی نمیشه دیگه، هیچ اتفاقی برامون نمیفته. وقتش این پیکسل رو برداری. آره حق با توی برشون داریم. در ضمن اسم من خواهش میکنم بازی رو خراب نکن. باشه نمیگم بهت. تقریبا 5 ساعت دیگه همو میبینیم، به امید دیدن. حواست باشه خواب نمون. آقا رو نگاه کن، من سر وقت میام اونجا، اگه نبودی منتظر نمیمونم. من میخوام از همینجا مستقیم برم سر قرار. ها چطوره تو هم با من بیای؟ چی میشه اصلا نری هتل؟ به نظرم داریم زیاده روی میکنیم، بهتره چند ساعت منتظر بمونیم. باشه. میبینمت. خدافظ. خدافظ. الو اوزان چیزی شده؟ نه داداش نگرانت شدم، خواستم بپرسم کجایی. اومدم هتل ولی نیست. با یه نفر ملاقات دارم. بازم کار داداش؟ نه کاری نیست. خب پس چیه؟ ای بابا اوزان گیر دادی یا؟ وای حالا فهمیدم، نکنه دیشب. بس دیگه تمومش کن، بعدن حرف میزنیم. عاشق شدم دیمیت، عاشق شدم. عشق تو نگاه اول، یا که اسمشو هرچی میذاری بذار. باورم نمیشه، نمیتونم بگم الان چه حسی دارم دیمیت. اینقدر منو کنجکاو نکن. پسره کیه؟ اسمش چی؟ نمیدونم. منظورت چی؟ عاشق کسی شدی که حتی اسمش هم نمیدونی؟ نه همچین چیزی نیست، یعنی خودم نپرسیدم. قوانین بازی این بود. شماره ایمیلی آدرسی چیزی؟ نگرفتم. کار خوبی کردی، برای از دست دادن نیمه گم شده هر کاری میتونستی کردی. خب حالا میخوای چه جوری پیداش کنی؟ راستش الان با سرعت دارم میرم پیش اون. چند دقیقه بعد. رومئو. داداش ببین رفتیم تو سال 2022، اگه یک کم دیگه دیر میکردی قسم میخورم مامانم دیوونه میشد. حق با توه، این بار خیلی دیر اومدم. میدونی پسر کار جوری مشغولت میکنه که اصلا نمیفهمی زمان چجوری میگذره. زمان برای تو به سرعت میگذره داداش، وقتی با بابام زیر سقف باشی زمان اصلا نمیگذره. پس هنوز رابطتون خیلی خوبه. اون موضوع رو خیلی وقت بستیم. این حرفو نزن پسر. نه داداش ارزششو نداره باهاش حرف بزنم. بابا جواب بده، فهمیده داریم در موردش حرف میزنیم. الو. ممنون بابا، خیلی ازت ممنونم. آره اوزان اومد دنبالم، داریم میاییم سمت خونه. نه دیر نمی کنیم، خیالت راحت، نگران نباش. باشه خدافظ. بای بای. در مورد من حرف میزد مگه نه؟ حتما میگفته به اوزان بگو این کارو بکن این کارو نکن. زیاده روی نکن اوزان. یکم صداشو ببر بالا. دوستش داری؟ Slowly.
ازت شکایت میکنم. بی تربیت، از اینجا برو گم شو، گم شو. مامان؟ نمک نشناس. مامان چی شده؟ چی بشه دیگه؟ آقای محترم اومده بود برق قطع کنه. مردی که یه بی‌ادب اومده زبون درازی میکنه. تو کدوم خری آخه؟ کی هستی که با گلسران یلماز جرو بحث میکنی؟ قبضو پرداخت نکردی؟ آیدا تو یکی دیگه شروع نکن. به اندازه کافی اعصابم خورد. من که پول قبض برقو بهت داده بودم. انقدر بهم فشار نیار. فشارم میره بالا. نباید به من خبر میدادی که پولو پرداخت نکردی؟ حتی دخترم ازم حساب میپرسه. ببین چقدر بدبختم. به جای اینکه بگی تنت سلامت لیچار بارم میکنی؟ باشه مامان، من پرداخت میکنم. تنت سلامت باشه. تنت سلامت باشه. اینم تموم شد. ببینم کدومش. قنچه؟ قنچه دخترم بیا اینارم ببر. دیگه سر سفره جایی نمونده. وای قنچه، از دست تو چی کار کنم؟ اومدش، دادشت اومد. وای تیمون پسرم. چی می سفارش داده بودین؟ بفرمایی. خیلی ممنون پسرم، ممنونم. خدا همچین عروسی و نصیب گرگ بیابونم نکنه. مامان جون چه خبره؟ مامان، این مامان بزرگ دوباره دیوونه شد. دخترم ساکت باش. مامان جون تو رو خدا آروم باش دیگه. مامان خدا همچین عروسی رو لعنت کنه. مامان جون تو رو خدا، ولم تو رو خدا مامان. مامان آروم باش. چه خبره؟ اینو بندازش بیرون، این مارموزه، مارموز. مامان ساکت، خدا بزنه کمرت لعنتت کنه. طلاهامو کجا قایم کردی؟ مامان جون چی داری میگی؟ اینجا بود، برای تیومان گذاشته بودم. این زن دزدیدتش. مامانم به طلاهای تو چی کار داره مامان بزرگ؟ آره اگه نفروخته بودیشون میاد. آره مامان به روباه میگن شاهدت کیه؟ میگه دومم. مامان جون تو رو خدا آروم باش، یه دقیقه وایسا. طلا داشتی و ازم قایم میکردی؟ از تو نه، از اون قایم کرده بودم، ولی بازم پیداش کرد. الهی بمیری انشالله عروس. خدایا تو به هم صبر بده، دارم دیوونه میشم. مامان تو آروم باش و یه دقیقه بشین. بشین. خب چقدر طلا داشتی؟ همین الان میرم میخرم و برات میارم. من طلای دیگه این نمیخوام. کجا قایمشون کردی؟ طلاهامو بیار. خدایا به تو پناه میبرم. مامان جون آروم باش، یه نفس عمیق بکش. مامان جون، مامان نازم، چند دقیقه دیگه تیومان میاد. خواهش میکنم این کارو نکن، زشته. منم دارم همینو میگم. حق نوامو خوردی. مامان برو کنار. مامان مامان باید یه فکری به حالش بکنی. وای خدا. مامان جون، مامان نازم. بوسه. صبحت بخیر عزیز دلم، پاشو. صبح بخیر. صبح. معذرت میخوام آبجی، عمدن این کارو نکردم. دیشب دوباره خواب بد دیدم، ترسیدم. آیی عزیز دلم نترس، نترس، من کنارتم. خیلی بد شد آبجی. آو نه اصلا بد نشده، من همین الان میرم میشورمش. باش عزیزم. مامان فاطمه عصبانی میشه. چی شده دختر؟ چی کار کردی؟ چرا عصبانی بشم؟ پیف پیف، چه بوی بدی میاد. من چند بار بهت گفتم آبجی فاطمه باشه، حالا که اتفاق افتاده؟ آخه این دفعه چندمه؟ گند لحافی رو که مامانم برام درست کرده بود و در آوردین، کل خونرم بو گرفته. مامان فاطمه عصبانی نشو. عصبانی نشم؟ مامانتون فرار کرده، باباتونم زندونیه، وبال گردن من شدی. آبجی فاطمه این کارت خیلی بده. اوف خدایی، چه خبره؟ نتونستم بخوابم بیدارم کردی.
اینجا که خونه نیست، به جای این که از خودشونم باشه ور 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 جواب منو میدن. این دختره بازم جاشو خیس کرده. دختر دفعه چند دومته؟ نه اینطوری نمیشه، برات پوشک میگیرم. ببین عزیزم تو برو همون، من الان میام. باشه گلم؟ باورم نمیشه، من چند دفعه بهتون گفتم جلو این بچه درست حرف بزنین. هر مشکلی دارین بیاین به من بگین. اینقدر حرف نزن، برو درو باز کن. آبجی صفیه خوش اومدی. دخترم چرا ناراحتی؟ اون فاطمه افریته چیزی گفته؟ نه آبجی نه، میدونی دیگه مثل همیشه است. خب چه خبر آبجی؟ من با نهان خانم حرف زدم، گفت یه بار بیاد ببینمش. میدونی ملاحت خانم یکم بد اخلاقه. وای اشکالی نداره، من که تو عمرم خیلی پیرزن بد اخلاق دیدم. پس برم حاضر بشم؟ نه راستش آقا تیومان از خارج اومده، الان درگیر اونن، من باهاشون حرف میزنم ببینم اوضاع چه جوریه، بهت خبر میدم. باشه، وقتی میخواستی بهم خبر بدی؟ آدرسش هم برام بفرست. باش، ناراحت نباش عزیزم، یه روزی از دستشون خلاص میشی. راستی اینو بگیر. آبجی واقعا به این کار نیازی نیست. یه لحظه صبر کن ببین، داری خرابش میکنی. عیبی نداره، بده بوسه بخوره. ممنون، نمیتونم لطفتون رو جبران کنم. حالتون خوب باشه کافیه. ممنون. هستیم آبجی هستیم، بالاخره این روزا میگذره. خب دیگه دیرم میشه، خدافظ. به سلامت. راستی یادت نره بهم خبر بدی. باشه. دختر صفیه دیوونه بود؟ آبجی صفیه بود. با من اینجوری حرف نزن، برات بد میشه. دیگه قراره چی بشه؟ تو خیلی نمک نشناسی دختر جون. مامان جون خون سردی تو حفظ کن. کامرو جون خب کارت چی شد؟ قراره برم ببینم ایشون. باشه. دختر چه کاری؟ تو اون خونه ای که آبجی صفیه کار میکنه؟ همون پول دارا؟ اونا یه مامان بزرگ دارن به پرستار نیاز دارن. میگم پول خوبی میدن. چرا که نه؟ میدونی مامان جون اگه کم رو کار کنه به نفع مام هست. میگم یکم با اینا خوب باش. خسته شدم دیگه، خسته. دختر خدا کنه کار پیدا کنی که دیگه اصلا محتاج اینا نباشی. این روزا اوضاع کار خوب نیست، در ضمن باید یکم هم سرمایه گذاری کنی. باشه خوبه، فهمیدم. یه چند وقت دیگه هم تحملشون کن مامان جون تا به مقصدمون برسیم. بدبختی های من اصلا تمومی نداره. رسیدیم، بزن بریم. خوش اومدی داداش. دلم یه ذره شده بود. بذار چمدونا رو بگیرم. منم کمکت میکنم. نه نمیخواد داداش، خودم میارم. داداش داداش آسرم. خوش اومدی بخونه. خیلی دلم برات تنگ شده بود داداش، خیلی. منم همینطور خیلی دلتنگ بودم. چند ساعته که منتظرتیم. خیلی خواه من اینجا. بس پسرمو خفه کردی، بیا دیگه این ور، نوبت ماست. بابا به خونه خوش اومدی پسرم. خیلی ممنون بابا. بذارید یه فیلم ازت بگیرم. خیلی خوش اومدی مامان عزیزم. عزیز دلم، عزیزم دلم برا تنگ شده بود. خوشحالم میبینمت پسرم. خانم جون بسته دیگه، پسرم از رای دوری اومده، بذار یه نفس راحت بکشه. یالا برو پسرم برو. عزیز دلم الان از همون بگیر. دلم برات یه ذره شده بود. منم همینطور عزیز دلم. قربونت برم.
من میدونم 100% کار توه. البته اینو باید بگم، این یه کار تیمی بوده. آخه داداشمون تو لندن کار خیلی بزرگی کرده. این چیزا که خیلی کمه. تبریک میگم پسرم. بهت افتخار میکنم. بریم غذا بخوریم. گرسنه‌ای غذا آماده است. راستش خیلی گرسنه. بایدم باشی. داداش چند روزی هیچی نخوردی. الان میتونی یه فیلم بخوری. همینطوره. مامان انقدر غذا پخته که میتونیم کل محله رو غذا بدیم. خب بایدم بپزم. پسرم دلش برای دستپخت مامانش تنگ شده بود مگه نه؟ تنگ شده بود مامان جان. تیومان؟ آبجی صفیه؟ خوش اومدی. خیلی ممنون. واقعا که صفیه. پسرمون از لندن رسید اما تو از این شهر به موقع نرسیدی، یعنی چی؟ اتوبوس پیدا نکردم آبجی نهان. بگذاریم ببینم این تو چی داریم؟ ببین چی برات آوردم. آزی ببین از اینا اونجا نداری. مشخصه از اینا فقط همینجا پیدا میکنم. حتما همینجا. بازش کن برای تو آوردم. واقعا باشه ممنون. صفیه میگم چطور اول یه چیزی بخوریم؟ باشه کمه گرسنه که نمیشه ها؟ بیا داداش بیا. اول باید یه چیزی بخوری. بریم. دادا. مامان جون تو چی کار کردی؟ کاری نکردم. غذاها رو تو دوست. خیلی ممنون. سنگ تمام گذاشتی. عزیزم غذاهای مورد علاقته. ازم و تینا خبری نشد؟ هنوز تماس نگرفتن. پسرم میگم نباید تنهاشون بذاری. آی تیومان دیگه، تیومان آدم مهم می شده واسه کنفرانس اومده اینجا، ولی بازم باید حواستو جمع کنی. تو نگران نباش، تیومان که هیچ، بزرگ تراشم نمیتونن کاری بکنن. ولی بازم تو به اون عموت اصلا باور نداشته باش. باشه بهت که گفتم اون چه کارایی با من کرد. من به هیچ کی اعتماد ندارم مامان. هر چیزی رو که از بابام گرفتن دوباره از اونا میگیرم. بهت قول میدم. میدونم، خیلی خوب میدونم. تو که خیلی زحمت کشیدی، حالا که چیزی نمونده به آخرش برسی نمیخوام برات اتفاقی بیفته، وگرنه مطمئنه. نگران نباشین، این مزایده رو بگیریم همه چی حله. محمدم تا همه چی تموم نشده مراقب با شک نکنن. باشه، یعنی راجبه همه چی با عمود حرف بزن، خودت بهتر میدونی دیگه. همه چی درست میشه مامان جون. خب دیگه من رفتم. خدافظ. آبجی واسه تو هم از این کفشای شیشه‌ای بخریم، خیلی خوشگله. آخ کوچولوی عزیزم خوشت اومده؟ میخری؟ اگه کفشت شیشه‌ای باشه بعد شاهزاده میتونه پیدات کنه. عزیز دلم اینا که واقعیت نداره، این چیزا فقط تو داستاناست. این پسر خیلی جذابه، فقط پروفایلش رو نگاه کن. چیه آبجی نازی؟ بوسه عزیزم تکون نخور. آبجیت قراره اونجا کار کنه، اینم پسر اون خانواده است. کار جدید پیدا کردی؟ نه هنوز چیزی معلوم نیست. خیلی جذابه، خیلی هم بانمکه. ببین منو، هر طور شده باید این کارو بگیری، بعد ما رو با هم روبرو کن. باشه. آخه ببین نگاش کن، خدا اینو چقدر خوشگل آفریده. قراره از مامان بزرگش پرستاری کنم. با پسر اون خانواده کاری ندارم. نباید داشته باشی، اون پسر مال منی. اون پسر خیلی خوشگله. اینو ببین، بوسم خوشش اومده. چی داری میگی نازلی؟ باشه بگذاریم، جذاب نیست ولی خوشگله. لامصب راجع به کی دارین حرف میزنی؟ آزان استرگ، اسم بعدیش آشپز ماهر، رئیس جدید کمرو مامان. تبریک میگم. هنوز معلوم نیست. بیا ببین. خب دیگه عزیزم تموم شد. خوشگل شدم؟ آیی عزیزم تو همیشه خوشگلی، مثل پرنسسا شدی. تو اینجا چی کار میکنی محمد؟ نمیتونم دلتنگ عشقم بشم؟ مشخصه میتونی. آره انگار از چیزی ناراحتی. امروز با اسم گلسرن یلماز چشممو باز کردم.
خیلی خوب، بیا با هم بریم قهوه بخوریم. آقا شریف منتظرمه، تو شرکتم کلی کار دارم، دیر میشه. جدیدن یکم سرد برخورد میکنی. خواهش میکنم. باشه، چیزی نگفتم. پس بیا من میرسونم شرکت. باشه بریم. آی صفیه، یادم رفت سارما رو بیارم، اونم بیار. ببینم مزه منمن چطور شده. منم تو پختش کمک کردم، واقعا خوشمزه است. منمن دست پخت اوسان، نظرتون چیه اینم به منو اضافه کنم؟ ها خوبه. منظورت کدوم منوه؟ آی حمید خواهش میکنم شروع نکن. ببین تیومان اومده. آه پسرم بیا از این سارمه بخور. مامان جون ممنون، کافیه. اونو بخورم دیگه واقعا میترکم. حالا که اینطوره پاشو از اون بوریش بده داداشت. مامان جون میگم تا اینجا خوردم پر شده. مامان بس دیگه، فکر کنم داداشم به اندازه یک سال غذا خورده. آه پسر باشعور من، چی بگم دیگه، یه عمر گرسنه موندی و هیچی هم نگفتی. مامان بزرگ اصلا اینجوری نیست. دروغ که نمیگم، زنی که اصلا آشپزی بلد نبود و خودم عروس این خونه کردم. ای بابا مامان جون، تو رو خدا شروع نکن. صفیه برو برام چای بیار، خیلی پر رنگ نباشه ها. باشه خاله ملاحت، الان میارم. تیومان بعد از صابونه بریم شرکت. آی حمید پسرمون تازه اومده، میخواد استراحت کنه، خواهش میکنه. خانم باید راجع به کار حرف بزنیم. وای داداش صبر کن، یه چیزی نشونت بدم، دیروز گرفتی. بده ببینم. چطوری؟ این که فیلم منه، ببین با چه مهارتی خورد خوردش میکنم. خب اوی نگاش کن چقدر قشنگه. این همون دکور آشپزخونه یه که بهت گفتم یادته؟ برای من از این نگاه کن، به نظر من اون یکیش قشنگتر افتاده. آخه میدونی چرا؟ چون نور آفتاب به اندازه کافی بهش میتابه. یالا بیای برای بوسم چای ریخته. خیلی ممنونم مامان فاطمه. ممنون. دیگه چایی هم نداریم، یخچالم که خالیه، برای شبم چیزی نداری. باشه یکم پول پیشم هست، بعدن میرم خرید. والا نمیدونم چی بگم، هرچی داشتم و فرستادم واسه باباتون، دیگه پولی برام نمونده. گفتم میرم میگیرم دیگه. دختر منو ببین، این کارو از دست ندی یا این نشد میرم سر یه کار دیگه. میگم دائمی باشه، اینجوری هر ماه دنبال کار نگردی. کی قراره بریم بابا رو ببینیم آبجی؟ هفته بعدی میریم عزیز دلم. برم نقاشی بکشم. آره عزیزم برو نقاشی تو بکش. بودا کی پیام داده؟ آبجی صفیه است، میخواد برم ببینمش. یس پس کارو گرفتی. خدا کنه نری گند بزنی. مامان عزیزم نگران بوسه نباش، من مراقبشم. یالا برو. ازت ممنونم نازلی، پس من برم آماده بشم. من که میگم بره و دیگه بر نگرده. ولی مامان جون این حرفا رو نزن، برای اینکه فایده ای بهمون برسه مجبوریم تحمل کنیم. دخترم خدا کنه به نفعمون باشه. شک نکنه هست. راستی آبجی قرار کمرو بیاد. باشه خیلی خوب میشه. من الان چون تیومان تازه اومده. نه دختر ما الان تو شرایطی نیستیم که منتظر باشیم، رسما دیوونمون کرده، دیوونه. آه خاله ملاحت، آه خیلی براش ناراحتم. واقعا که صفیه، به جای اون باید نگران من باشی. امیدوارم این دختره بتونه آرومش کنه. من مطمئنم کمرو دختر زرنگیه. ببینیم و تعریف کنیم. هزار ماشالله به نوه گلم، ببین آخه چقدر جذاب افتادی. واقعا؟ اینجا چی نوشته؟ یه سری سوالات کاری پرسیدن، منم جوابشونو دادم. ملاح سلطان وای داداش تو چرا اینقدر شکست نفسی میکنی؟ سرخط مجله رو گوش کنی؟ نوشته تیمان اصول بازار تجارت رو به هم ریخته. پسرم جواب بده، راحت باش. نه خیلی مهم نیست بابا. نه نمیخوام، ممنون. باشه بفرمایید. ای خدا دستت درد نکنه آبجی صفیه. نوش جونت. آبجی صفیه من الان نمیخوام، کلی کار دارم، باید برم. پسرم بشین، نمیخواد جایی بری، داداشت تازه اومده.
داداش ملکی رو که خیلی وقت تو مولش بودم بالاخره صاحبش تصمیم گرفته بفروشه. شانس بهم روی کرده. باشه به کارت برس. نهان میشه از پسرت بپرسی با کدوم پول میخواد بره بخره؟ اصلا بی خیال من. آیا حمید زشته؟ تو نمیتونی حداقل امروز آروم باشه ها؟ مامان خودتو ناراحت نکن. بابا من ازت هیچی نمیخوام. از این بابت خیالت راحت باشه. آره. این کیه داره زنگ میزنه؟ آن محمد. الو؟ آره. تیومان اومده، بایدم خوشحال باشم. آره. نه تو ها نه نمیخواد بیای. ما داریم قهوه میخوریم، بعدش هم میایم شرکت، اونجا حرف میذاریم. آه خب آره باشه. محمد بود، یه عالمه کار داریم، باید بریم. سری قهوتو بخور، باید بریم شرکت پسرم. بابا بذار من فردا بیام. بذارم، ما یه سال منتظرتیم، بعدم نمیشه. مهمه باید حرف بزنیم پسرم. باشه هرچی شما بگین. ببخشید خانم، دنبال این آدرس میگردم، میتونین از کدوم طرف باید بریم؟ همینجوری مستقیم برین، بپیچین دست چپ. باشه خیلی ممنونم، روزتون بخیر. خواهش میکنم. ببخشین میشه یه لحظه وقتتون رو بگیرم؟ بفرمایید. معذرت میخوام ولی میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ البته. راستش من شارژ گوشیم تموم شده، یه کار خیلی مهمی دارم، میتونم گوشیتون رو قرض بگیرم؟ باشه یه لحظه صبر کنی. خیلی ممنون. الو داداش جینک، منم اوزان. اوزان آره دقیقاً گفتی، کجا باید برم؟ باز داریم واخه یه دخترو میزنی پسر؟ شارژ گوشی تموم شده و آدرس بلد نیستی و این حرفا؟ آره همینطوره. خب دختره خوشگله؟ عالیه داداش، حرف نداره. اوکی حالا که اینطوره من شمارش رو سیف میکنم و میفرستم برات. چی سیف کنم؟ خیابون توده پلاک 10 به اسم سود ذخیره کردم و فرستادم برات. باشه داداش ممنونم، واقعا ازتون ممنونم، زندگیمو نجات دادی. میدونی آخه یه قرار خیلی مهم داشتم. خواهش میکنم، امیدوارم موفق باشی. به لطف شما میشم. روز بخیر.